به نام برنامه ریز مقتدر هستی، سلام و درود فراوان خدمت یکایک که شما عزیزان مجموعه فرادرس حضوری هستم. با مجموعه فایل های آموزشی مدیریت فروش در خدمت شما عزیزان هستم. دوستان، مبحث امروز ما در خصوص تغییرات شکل گرفته در دنیای فروش هست. هدف این فصل معرفی دنیای هیجان انگیز مدیریت فروش هست که در ابتدا چالش های محیط سازمان فروش رو خدمتتون عرض می کنم و بعد از اون پاسخ های مدیریت فروش مؤثر نسبت به این چالش ها مطرح می گردن. سپس ویژگی های مربوط به بهترین سازمان های فروش و مؤثرترین مدیران فروش مورد بحث قرار می گیرن. با ما همراه باشید. در ابتدا به بررسی چالش هایی که در محیط فروش وجود داره میپردازیم. محیط درونی و بیرونی که سازمان فروش با اونها مواجه هست، گستره از چالش ها رو از خودش نشون میده. تغییرات تو مشتری ها، فناوری ها، اینها جز عوامل بیرونی محیط ما هستن که تأثیر مهمی روی سازمان فروش میذارن. بسیاری از سازمان های فروش با رقابت جهانی گسترده‌ای تو بازارهای داخلی و بین المللی مواجه هستن. فناوری بسیاری از فرایندهای سازمان فروش رو تحت تأثیر قرار میده. محیط داخلی هم چالش های خاص خودش رو داره. افزایش در ادغام ها و اکتساب ها، معرفی محصولات جدید و آمیخته های محصول بست یافته، این موارد نیز باعث پیچیدگی عملیات فروش میشه. اما مسئله ای که اینجا مطرح هست، هزینه های حفظ نیروی فروشه که به شدت در حال افزایشه. شرکت ها سازمان های فروش رو تحت فشار قرار دادن که فروششون رو افزایش بدن و در عین حال هزینه های فروش رو کاهش بدن. حالا این تأثیرات عوامل داخلی و خارجی رو که عرض کردم خدمتتون، سازمان های فروش رو ملزم کرده تا تغییرات چشمگیری رو در نحوه مدیریت فروش اعمال کنن. قبل از اینکه بخوایم به طور کامل وارد محیط فروش بشیم، لازمه به مفاهیم ابتدایی بازاریابی و اون چیزی که تأثیرگذار هست در فروش ما بپردازیم. بر این اساس به تفکر سنتی بازاریابی و نیازها و اینکه نیازها به عنوان نقطه شروع هر چیز قرار میگیرن میپردازیم. بازاریابی با مطالعه نیازهای مصرف کننده ها شروع میشه و به دنبال شناخت راه‌های ارضای اون نیازهاست. با این وجود بسیاری از تولید کننده ها تاکید بر نیازها رو فراموش میکنن و صرفاً به فروش محصولاتشون اصرار دارن. مثلا تولید کننده خطکش مهندسی رو در نظر بگیرید. خطکش مهندسی وسیله پلاستیکی یا چوبیه که روی اون اعدادی چاپ شده. استفاده کننده از طریق حرکت دادن قسمت‌های مختلف خطکش میتونه بیشتر محاسبات و عملیات ریاضی رو انجام بده. در دوران شکوفایی خطکش مهندسی، مهندسان، دانش آموزان، دانشجویان همه از این وسیله استفاده می‌کنن. با ظهور و گسترش ماشین حساب الکترونیکی، میزان فروش خطکش مهندسی کاهش پیدا کرد. ماشین حساب الکترونیکی پاسخهای عددی رو سریعتر و ساده‌تر و دقیق‌تر ارائه می‌کنه. به طور قطع فروش خطکش مهندسی در حال کاهشه، چون ماشین حساب الکترونیکی بهتر میتونه نیاز استفاده کننده ها رو برآورده کنه. آیا تولید کننده های خطکش مهندسی تونستن با استفاده از استراتژی های مختلف هدفگیری و جایگاهیابی خطکشی مهندسی رو نجات بدن؟ آیا تولید کننده های این خطکش تونستن به یه محصول جدیدی مثل ماشین حساب الکترونیکی برای جایگزین کردن این نوع خطکش فکر کنن؟ اینجا مشکل عدم خلاقیته. طراح باید ایده های خطکشی مهندسی و تکنولوژی و نیاز به محاسبه رو با هم ترکیب میکن تا یه محصول جدید و کارآمدتر از خطکش مهندسی رو تولید میکن. دوستان یه مثال دیگر رو دقت کنی. مثال ملموس ماست رو در نظر بگیری. این محصول یک سری نیازها رو برآورده میکنه، مثل برطرف کردن یا کاهش گرسنگی، جذب کلسیوم، نوعی دسر، نوعی غذای سبک و یا خوردن یک نوع غذای سالم محسوب میشه. از اونجایی که میدونیم ماست گرسنگی رو برطرف میکنه، معمولا فکر نمیکنیم که ممکنه تشنگی رو هم برطرف کنه. فکر نمیکنیم که ماست میتونه با نوشابه های غیر الکلی رقابت کنه. با شروع از نیازی خاص
خودمون رو محدود میکنیم و نمیتونیم اون دسته از نیازهای غیر خوراکی رو مجسم کنیم که توسط این محصول برآورده میشه. این چیزی هست که در شناسایی نیازها باید به اون دقت کنیم. اگر نیازها رو خوب شناسایی کنیم، میتونیم عملکرد موفقی تو فروش داشته باشیم. به شرح و تعریف بازار بپردازیم. گام بعدی ما بعد از اینکه نیازها رو شناسایی کردیم، تعیین یک مسئله است. اونم اینه که چه کسانی در بازار هستن. به تشریح سایر عوامل که در شرح و تعریف بازار ما تاثیرگذار هستند بپردازیم. اولین عامل، انتخاب بازار. بازار یعنی چی؟ همه ما دیگه کاملا با مفاهیم مارکتینگ آشنا هستیم. بازار یعنی اشخاص یا شرکت هایی که نیازی دارند که توسط کالاها یا خدمات ارائه شده از سوی ما برآورده میشه. ممکنه بخوایم موقعیتی رو که در اون فردی سعی در برآوردن نیاز داره به این تعریف اضافه کنیم. مثلا ممکنه در روزهای هفته یک آدامس بدون قند رو به عنوان شیرینی یا دسر مصرف کنیم، اما بعد از ظهر پنجشنبه ترجیح میدیم حتما بستنی مصرف کنیم. ما همون شخص هستیم، اما بسته به موقعیت متفاوت رفتار میکنیم. این مسئله باعث میشه که بگیم بازار یعنی اشخاص یا شرکت هایی که در موقعیتی خاص به منظور تأمین نیازی خاص خریدار کالاها یا استفاده کننده خدمات هستند. حالا بازار ما چه مزایایی داره و چه معایبی داره؟ در مزایا، عمل شرح و تعریف یک بازار باعث میشه که ما به یک چارچوبی میرسیم به اسم گروه هدف. شرح و تعریف بازار به این دلیل مفیده که توسعه استراتژی‌های اصلی بازاریابی مثل بخش بندی و جایگاهیابی رو تسهیل میکنه. اما معایب اون چی؟ شرح بازار ما باعث میشه تا به اشخاص یا موقعیت‌هایی که میتونیم به اونها دسترسی داشته باشیم فکر کنیم، اما این کار شامل بازارهای ناشناخته و فاقد پتانسیل نمیشه. به مثال ماست برگردید. میتونیم بازار کنونی رو به صورت هر شخص بزرگتر از یک سال، یعنی یه سن متوسطی که یک کودک شروع به خوردن ماست میکنه، تعریف کنیم. حالا تو موقعیت های سرو صبحانه، دسر یا غذای حاضری قرار میگیره این ماست. این گروه شامل افرادی از هر دو جنس در هر منطقه و ناحیه از یک کشور میشه. اما وقتی که در قسمت معایب اون نگاه میکنیم، گفتیم شامل بازارهای ناشناخته و فاقد پتانسیل نمیشه. با شرح قبلی بازار ما قصد نداریم کودکان کمتر از یک سال رو به حساب بیاریم و در نظر بگیریم. این چیزی هست که تو معایب باید به اون دقت کنیم. ما فقط اینجا به اونهایی که میتونیم بهشون دسترسی داشته باشیم فکر میکنیم و اینه که از معایب اون هست. انتخاب طبقه اصلی و فرعی چیزی هست که تو تعریف و انتخاب بازار ما با اون توجه میکنیم. انسان‌ها به هنگام تفکر تمایل دارن از مدل‌ها استفاده کنن. مدل یعنی چی؟ یعنی مجموعه‌ای از اجزا و عناصر هست که به روشی مشخص، هماهنگ و ادغام شده عمل میکنه. هر مدل با رمزگذاری اطلاعات به صورت واحد این امکان رو فراهم میکنه که میزان زیادی اطلاعات رو بتونه ذخیره و نگهداری کنه. مثلا قهوه رو در نظر بگیرید. قهوه مدل هست. چرا؟ به خاطر اینکه شامل مجموعه ای از اجزا و عناصری هست مثل گیاه، دانه، برشته، آب، گرما، فنجان. کلمه قهوه شکل اختصاری این عناصر هست. به خاطر همین میگیم یک مدل. انتخاب نیازهای خاص و اشخاص یا موقعیت هایی که کالا یا خدمات رو میتونیم به اونها ارائه کنیم، همه اینها در مدلی به نام بازار قرار میگیره. بازار رو میتونیم بر اساس طبقات اصلی و فرعی نظم بدیم، چینش کنیم اونها رو و اونها رو مرتب کنیم. به این چهار عنصر دقت کنید. این چهار عنصر متحد و ادغام شدن تا طبقه ای به اسم مطبوعات روزنامه اقتصادی رو تو بازار اطلاعات طراحی کنن. تو این مثال نیاز ما چیه؟ میخوایم اطلاع پیدا کنیم از اخبار اقتصادی جهان. چه اشخاصی در اینجا قرار میگیرن؟ بازرگانان، مدیران، متخصصان آزادی خواه. چه موقعیتی لازم هست برای این روزنامه که توضیح بشه؟ میتونه اولین ساعت صبح باشه، میتونه تو تمام ایام هفته باشه. محصول ما اینجا چیه؟ روزنامه. ما از همه این اطلاعات میایم استفاده میکنیم. همه این اطلاعات مدل ما که همون
مطبوعات روزنامه اقتصادی هست رو تشکیل میدن و تو طبقه بندی بازار ما تک تک این اطلاعات دخیل هستند. نیاز ما، اشخاص ما، موقعیتمون، محصولمون، ما با توجه به اینها میایم طبقه اصلی و فرعیمون رو دسته بندی میکنیم. امروزه تمام کالاها و خدمات عرضه شده تو هر کشوری تو طبقه خاص و در نهایت در طبقه فرعی قرار میگیرن. این طبقه بندی ما که تقسیم کنیم اونها رو به طبقه اصلی و فرعی چه فوایدی دارن؟ چرا این کار ما انجام میدیم؟ اینو طبقه بندی به 5 دلیل مفیده. به خاطر اینکه این امکان رو فراهم میکنه که کمیت بازاری خاص رو از طریق شمارش و ذکر محصولات و برندهایی که بخشی از اون رو تشکیل میدن مشخص کنیم. ما از این طریق میتونیم رقبامون رو فهرست کنیم. میتونیم سهم بازار هر رقیبمون محاسبه کنیم و اون رو در طبقه مورد نظرمون قرار بدیم. اینو طبقه بندی باعث میشه که ظرفیت بازار رو بتونیم پیگیری کنیم و نتایج اعمال بازاریابی رو ارزیابی کنیم و در نهایت یه چارچوب ثابت و استواری رو برای عرصه‌های رقابتی برای ما فراهم میکنه. اما بپردازیم به بخش بندی از طریق انتخاب بازار. انتخاب طبقه از بازار به عنوان یک مفهوم ثابت منجر به بخش بندی اون به عنوان روشی منحصر به فرد برای جستجوی موقعیت ها میشه. شرح بازار الزاماً منجر به ایجاد استراتژی های بخش بندی و جایگاه یابی میشه که حال به تشریح این دو مورد میپردازه. بخش بندی و جایگاه یابی. ثابت شده که بخش بندی و جایگاه یابی یکی از مطرح ترین استراتژی های بازاریابی سنتیه. گفتیم تو این مبحث ما میخوایم چالش هایی که در دنیای فروش و مارکتینگ وجود داره رو مورد بررسی قرار بدیم. ببینیم در گذشته بازاریابی سنتی چطور بوده و چگونه تاثیرگذار بوده در فروش و چی شده که الان این تغییرات به وجود اومده، چه چالش هایی به وجود اومده که الان رسیدیم به این جایگاه فعلی. بخش بندی و جایگاه یابی از مطرح ترین استراتژی های بازاریابی سنتیه. بخش بندی یعنی چی؟ به تعریف ابتدا از این واژه داشته باشیم، یعنی از حمله کردن به کل بازار صرف نظر کنیم، خودمون رو کارآمدترین انتخاب برای یک زیرمجموعه از بازار معرفی کنیم و سپس تو همون بخش پیش رو بشیم. یه اصطلاح هست میگن سر موش بودن بهتر از دم شیر بودن هست. این همون به بخش بندی داره اشاره میکنه. جایگاه یابی یعنی چی؟ انتخاب روشیه که میخوایم از طریق اون درک و تلقی بشیم. ما به بخش از بازار خودمون میگیم من متفاوتم. چرا؟ چون این ویژگی رو دارم. اگه اینها ویژگی هایی هستن که شما نیز اونها رو مهم تلقی میکنید و ترجیح میدید، من بهترین انتخاب برای شماها هستم. یعنی جایگاه یابی. مزیت استراتژی بخش بندی و جایگاه یابی واضحه. تقسیم بندی و تسخیر کردن با پیروی از استراتژی غیر تفکیکی، یعنی حمله به کل بازار بدون بخش بندی اون، ما فقط مقدار اندک از سهم بازار رو به دست میاریم، اما از طریق بخش بندی سهم عمده رو از آن خودمون میکنیم. بخش بندی و جایگاه یابی مزیت هایی دارن از اونجا که نیاز گروه های خاص از مشتریان پوشش دهی بهتری میشه، اونها هم مصرفشون رو افزایش میدن. مثلا ماست بیشتری رو مصرف میکنن. بخش بندی اثری مضاعف و دوگانه ایجاد میکنه، تقسیم بازار و در عین حال بزرگتر کردن اون. این از مزیت بخش بندی هست. اثرات آنی و اثرات بلند مدت اون به چه شکله؟ بخش بندی امکان ایجاد مزیت رقابتی رو برای همه رقبای جدیدی که وارد بازار میشن فراهم میکنه. همچنین ایجاد موانع رقابت رو از سوی رهبر بازار ممکن میکنه. شرکت دانون هر ساله انواع مختلف ماست رو به بازار اروپا عرضه میکنه. سهم بازار این شرکت تو بیشتر کشورهای اروپایی بالای 80%، اما هنوز این شرکت داره به بخش بندیش ادامه میده و از این طریق جلوی ورود رقبای جدید رو میگیره. بخش بندی کمک میکنه تا اندازه بازارمون رو افزایش بدیم. این کار محصولات رو برای گروه های خاص مصرف کننده ها جذاب تر میکنه و
مصرف اونها رو افزایش میده و تبدیل مشتریان احتمالی به مشتریان بالفعل و در دسترس رو آسونتر میکنه. این از اثرات آنی بخشبندیه. اما ببینیم اثرات بلند مدت اون به چه شکله. بخشبندی های مکرر به بخش شدن بیش از حد بازار منجر میشه. بخش ها به گوشه های دنج یا اجزای بسیار کوچکتر تبدیل میشن و در نهایت باید به بازاریابی فرد به فرد فکر کنیم. بازارهای تکه تکه و اشباه شده میزان موفقیت مارک ها و محصولات جدید رو کاهش میده. این هم از اثرات بلند مدت بخش بندی. پس بخش بندی و تقسیم بازار به منظور کسب فروش جدیده. این روش میتونه اندازه بازار رو افزایش بده. همونطور که عرض کردم خدمتتون، استفاده مکرر از بخش بندی در نهایت منجر به تکه تکه و اشباع شدن بازار میشه. تکه تکه کردن بازار فضای کمی رو برای محصولات جدید باقی میذاره. این در حالیه که محصولات جدید اجزای کلیدی شرکت هایی هستن که میخوان رشد کنن. بپردازیم به پاسخهای مدیریت فروش. با توجه به عوامل درونی و بیرونی که در محیط ها وجود داره و چالش های محیطی که با اون مواجه هستیم، سازمان های فروش به چه شکل به این چالش ها پاسخ میدن؟ برخی از سازمان ها تغییرات چشمگیر رو در عملیات فروششون انجام میدن و بیشتر به جنبه های مدیریت فروش توجه میکنن و تغییرات اساسی در اون قسمت ایجاد میکنن. برخی دیگه روی ارتقای برخی حوزه های فروش تمرکز دارن، اثر بخشی سازمان رو ارتقا بدن. در کل پاسخ های مدیریت فروش روی روش های تاکید داره که باعث ایجاد خلق ارزش برای مشتری بشه، بهره وری رو افزایش بده، یعنی رهبری فروش رو ارتقا بده. بیشتر این پاسخ‌ها دیدگاه راهبردی نسبت به سازمان فروش دارن. زمانی که شرکت با گرایش بازار هماهنگ بشه، نقش مدیران فروش و نیروهای فروش از نظر استراتژیک اهمیت بیشتری پیدا می‌کنه. شرکت‌های بازار بهور بیشتر به دنبال توسعه فرهنگ‌های مبتنی بر مشتری هستند و ساختارهای سازمانی رو به جای محصولات پیرامون مشتریان ایجاد میکنن. تقسیم بندی بازار و اولویت بندی مشتریان درون بازارهای هدف اهمیت زیادی داره. فروش به جای اینکه به عنوان یک فعالیت تاکتیکی رصد بشه، به عنوان یک فرایند تجاری هسته‌ای در نظر گرفته میشه. مدیران فروش و نیروهای فروش باید بسیاری از فعالیت‌هاشون رو تغییر بدن تا در یک نقش راهبردی موفق باشن. بسیاری از سازمان‌های فروش نسبت به چالش‌هایی که با اونها مواجه هستن، از طریق ایجاد تغییرات تو عملیات فروششون واکنش نشون میدن. حالا بریم بپردازیم که پاسخ‌های مدیریت فروش روی روش‌های تاکید دارن. همونطور که ملاحظه می‌کنید، خلق ارزش مشتری، افزایش بهره‌وری فروش و ارتقای رهبری فروش که به تشریح تک تک این موارد می‌پردازیم. همونطور که عرض کردم خدمتتون، پاسخ‌های مدیریت فروش از سه طریق صورت میگیره. یکی از اونها خلق ارزش مشتری بود. خب حالا یک سری از نمونه هایی که خلق ارزش برای مشتری صورت گرفته رو با هم به تحلیل و بررسی میپردازیم. مثلا سازمان های فروش تاکید صرف روی فروش محصولاتشون رو کنار گذاشتن تا به حل مشکلات مشتریان بپردازن و از این طریق برای کسب و کارهای مشتریان در بلند مدت ارزش افزایی کنند. شرکت وازو پیپر تو بازاری فعالیت میکنه که قیمت حساسه. این شرکت تصمیم گرفت که روابط استراتژیک با مشتریای کلیدی رو از طریق چارچوب تحویل ارزش ایجاد کنه. نیروی فروش تمرکزش رو گذاشت روی مشارکت با مشتریا، از طریق نوآوری‌های بازاریابی فروشش رو افزایش بده و هزینه‌هاش رو از طریق بازدهی کارایی‌های زنجیره تأمین کاهش بده. این مشتریان با شراکت‌های چند ساله موافق بودن. شرکت وازو تمایل داشت تا 35% فروشش رو از این روابط استراتژیک ایجاد کنه. برای دستیابی به این هدف لازم بود تغییراتی در مدیریت فروش به وجود بیاد. شرکت اومد روی استخدام نیروی فروش متخصص و تیزهوش تمرکز کرد و اونها رو آموزش داد و از این طریق به ایجاد خلق ارزش پرداخت.
مورد بعدی شرکت اکولب که تو زمینه بهداشت و نظافت صنعتی و سازمانی با فروش بیش از 6 میلیارد دلار فعالیت داره و در بیش از 160 کشور مشغول ارائه خدمات. استراتژی این شرکت احاطه مشتری، احاطه جهان نام داره. این استراتژی بدین شکله که در اون فروشنده بیشتر زمانش رو صرف مشتریای فعلیش میکنه. از کارکرد صحیح تجهیزات مشتری اطمینان حاصل میکنه. کارکنانی که با مشتریهاش در ارتباط هستن رو آموزش میده، نتایج رو ممیزی میکنه و مشکلات مشتریان رو حل میکنه. همچنین محصولات بیشتری رو به مشتریای فعلیش میفروشه. دیگه این نیروهای فروش زمان اضافی رو که بخوان مشتری جدیدی رو جذب کنن در اختیار ندارن. اینجا شرکت اومد یه موقعیت شغلی رو تحت عنوان متخصص فروش ایجاد کرد که روی توسعه کسب و کارهای جدید تمرکز کنه. همچنین تعداد زیادی از نیروهای فروش رو برای خدمت رسانی به مشتریای بزرگ و چند واحدی اختصاص داد. موفقیت این استراتژی به مدیریت فروش مؤثر وابسته است. بنابراین مدیران فروش باید بیشتر زمانشون رو صرف استخدام بهترین نیروهای فروش و آموزش دادن اونها کنند و سیستم پاداش و دستمزد قابل توجهی رو برای این نیروها فراهم کردن شرکت. اینجا مدیران فروش روی توسعه و حفظ نیروهای فروششون تاکید کردند و از این طریق به ایجاد خلق ارزش پرداختن. مورد دیگه شرکت لوازم پزشکی RS. ببینیم این شرکت چطوری به خلق ارزش پرداخته. شرکت RS که تجهیزات الکتروتراپی خانگی تجویز شده توسط پزشکان رو به فروش میرسونه، در مورد ویژگی های محصولاتش با پزشکان صحبت میکنه. با اینکه ویژگی های محصولات هنوز هم دارای اهمیته، بسیاری از پزشکان اطلاعاتی رو ارزشمند میدونن که باعث ارتقای عملکرد اونها به عنوان یک کسب و کار بشه. شرکت اومد این تحول رو شناسایی کرد و به روش‌هایی پرداخت برای آموزش دادن پزشکان در مورد نحوه افزایش کارایی اقدامات اونها. ارزش ایجاد شده توسط این رویکرد باعث افزایش فروش محصولات شرکت شد. این هم یک نمونه دیگه از خلق ارزش. مورد بعدی شرکت اسپریس که روی بازارهای هواپیمایی و مراقبت از سلامتی در صنعت شدیداً رقابتی بیمه تمرکز داره. نیروی فروش این شرکت محصولات بیمه‌ای رو به فروش میرسونه، اما زمان زیادی رو صرف کمک به مشتریان برای کاهش هزینه‌های بیمه و سایر هزینه‌های تجاری میکنه. به طور مثال یک مشتری به خاطر هزینه بالا تمایلی به پرداخت 10 دلار برای آزمایش مواد مخدر قبل استخدام نداشت. این شرکت اومد از طریق تحلیلی که توسط فروشندگانش صورت می‌گرفت و این تحلیل رو به مشتری ارائه می‌کردن، به مشتری نشون داد که آزمایش مواد مخدر یه سرمایه گذاری خوبی هست که می‌تونه مشتری رو از شر هزاران دلار هزینه اضافی مربوط به استخدام افراد معتاد خلاص کنه. این پروسه باعث شد که رابطه فروشنده با مشتری تقویت بشه و منجر به رونق گرفتن بازار کسب و کار بیمه شد. موفق ترین سازمان های فروش سازمان هایی خواهند بود که قادر به شناسایی نحوه تعریف ارزش از دید مشتری بشن و ارزش مورد انتظار مشتری رو بر اساس تعریفی که خود مشتری ارائه میده تحویل بدن. تغییر در خلق ارزش عموما نیازمند تغییرات در بسیاری از جنبه های مدیریت فروش است. مورد بعدی افزایش بهره‌وری فروش، یکی دیگه از روش هایی که مدیر فروش به اونها پاسخ میده. همونطور که سازمان های فروش در تلاش برای خلق ارزش بیشتری برای مشتریاشون هستن، مدیران فروش هم برای افزایش بهره‌وری فروش تحت فشارن. نقش پایه‌ای سازمان فروش عموما فروشه و مدیر فروش و فروشنده معمولا بر اساس حجم فروشی که داره پاداش دریافت میکنه. ایجاد فروش داره اهمیته، اما مسئله‌ای که مهمتر از اون هست سودآور بودن این فروش هاست. باید بیشتر بهش توجه بشه. تمرکز مدیرای فروش از حجم فروش صرف به بهره‌وری فروش انتقال پیدا کرده. بهره‌وری فروش یعنی چی؟ بهره‌وری فروش شامل هزینه‌های همراه با ایجاد فروش و خدمت رسانی برای مشتریان بوده و روی تولید فروش بیشتر برای سطح مشخصی از هزینه ها تاکید داره. یعنی مدیران فروش باید با کمترین امکانات بیشترین عملکرد رو داشته باشن.
و در سراسر سازمان فروش بهرهوری و اثر بخشی بالایی رو از خودشون نشون بدن. تو برخی موارد تحول و دگرگونی اساسی برای افزایش بهرهوری فروش لازمه. به طور مثال در شرکت کنوی فری معاون اجرایی فروش جدیدشون تشخیص داد که شرکت باید تغییرات اساسی رو تو عملیات فروشش انجام بده. فروش و بهرهوری فروش افزایش پیدا کنه. این شرکت فرایند فروش جدیدی رو به وجود آورد، نرم افزار فروش جدیدی رو تو آیپد هاش ایجاد کرد و از آیپد ها توسط فروشندگان برای برنامه ریزی و اجرای مؤثر و کارآمد فرایند فروش استفاده می کرد. بعد از مدتی آموزش، سطح فروش و بهرهوری فروشندگان افزایش چشمگیری پیدا کرد. تو این سازمان تعاملات مشتری به میزان 45% افزایش پیدا کرده بود و همچنین اندازه نیروی فروش هم به میزان 27% تقلیل پیدا کرده بود. سازمان‌های فروش پیشرو به دنبال روش‌هایی برای افزایش بهره‌وری تو همه حوزه‌های مدیریت فروش هستند. شرکت نیو ال رابرمی نمونه بارزی تو این زمینه هست. این شرکت 1500 فروشنده تو 90 کشور دنیا داره. هر سال حدود 5 میلیارد دلار فروش داره. موفقیت این فروشنده ها به توانایی اونها برای فراهم کردن بینش‌های بازار و راه حل‌های تجاری برای مشتریان خرده فروش تو کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بستگی داره. این امر مستلزم آموزش فروشندگان در تمامی سطوح است. شرکت اومد یه آموزش مؤثر و کارآمدی رو به صورت آنلاین فراهم کرد، از آواتارهای استفاده کرد به عنوان نماینده های فروش آنلاین که کارآموزان رو تو فرایند آموزش درگیر میکرد. از نوارهای صوتی هم اومد استفاده کرد که فروشنده ها بتونن حتی در حین مسافرت تو آموزش مشارکت کنن. این شرکت به این نتیجه رسید که این رویکرد یک رویکرد مقرون به صرفه برای آموزش نیروی فروش جهانیه. مورد بعدی که تو بهره‌وری فروش تأثیر گذاره استفاده از رسانه‌های اجتماعی هست. دوستان، استفاده از رسانه‌های اجتماعی هم میتونه روشی موثری برای افزایش بهره‌وری فروش باشه. مطالعات اخیر نشون میده که بیشتر سازمان‌های فروش که تو مراحل اولیه استفاده از رسانه‌های اجتماعی قرار دارن اما مزایای چشمگیری رو تو فروش‌هاشون داشتن به خاطر استفاده از این رسانه‌ها. فروشنده‌ها همچنان روی تماس سرد تمرکز دارن و تقریبا 25% زمانشون رو برای مورد بررسی قرار دادن مشتری احتمالی صرف میکنن. اما بسیاری از خریداران به تماس‌های سرد یا انبوه نامه‌های الکترونیکی مثل ایمیل‌ها پاسخ نمیدن. برای خود ما پیش اومده با انبوهی از ایمیل‌های تبلیغاتی مواجه هستیم که به اونا پاسخ نمیدیم. پس اینجا عمده زمان صرف شده برای این کار به هدر میره. جذب مشتری به شیوه کارآمدتر باعث اختصاص زمان بیشتر برای فروش و بهره‌وری فروش میشه. همه اینها از مواردی هستن که در افزایش بهره‌وری فروش سازمان یا شرکت ما تاثیرگذار هستن. اما بپردازیم به مورد سوم، از پاسخ مدیریت فروش، ارتقاء رهبری فروش. بیشتر سازمان‌های فروش ساختار سلسله مراتبی یا اداری دارند. مدیران فروش میدانی به عنوان رئیس برای فروشنده‌هایی که بهشون گزارش کار میدن عمل می‌کنند. این مدیران مسئول عملکرد این فروشنده‌ها هستند و از روش‌های مختلف کنترلی استفاده می‌کنند تا فروشنده‌ها نتایج مطلوب و دلخواه تولید کنند. با اینکه این رویکرد ممکنه تو محیط‌های بسیار پایدار مطلوب باشه، اما بیشتر سازمان‌های فروش به این نتیجه رسیدن که این رویکرد پاسخگو بودن سازمان در محیطی با تغییرات سریع رو دشوارتر می‌کنه. روند پایه‌ای برای یک مدیر فروش رهبری بیشتر و مدیریت کمتره. این مهمه که بیشتر رهبر باشیم، کمتر مدیریت کنیم. حالا از چه طریق میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ مدیرای فروش میان تاکید میکنن روی یک سری نکات که تو این حالت بیشتر میشه نقش رهبری رو ایفا کرد. مشارکت و همکاری به جای کنترل، هدایت و ارشاد کنیم به جای اینکه انتقاد کنیم از نیرومون. تقویت کنیم فروشنده ها رو به جای اینکه سلطه‌گر باشیم روی اونها. باهاشون اطلاعاتمون رو شیر کنیم، اطلاعاتمون رو به اشتراک بذاریم به جای اینکه مضایقه کنیم از قرار دادن اطلاعات در اختیار اونها. نسبت به تک تک فروشنده هامون وفق‌پذیر باشیم به جای اینکه با همه اونها یه رفتار مشابهی رو داشته باشیم. اینهاست که کمک میکنه یه رهبر فروش موفق باشیم و روی فروش و بهره وری فروش میتونیم از این طریق تاثیرگذار باشیم. این تاکید روی رهبری به این معنیه که
شغل یک مدیر فروش بیشتر کمک به فروشنده برای داشتن عملکرد بهتره و ارزیابی و کنترل کمتری رو روی فروشنده ها داشته باشیم تا به نتیجه مطلوب برسیم. یه قیاس کنیم ببینیم روند رهبری تو گذشته به چه شکل بوده، امروز به چه شکله. گفتیم تو این فصل میخوایم چالش ها رو ببینیم. ببینیم دنیای فروش چه تغییراتی کرده، تو گذشته چه چیزهایی وجود داشته، الان به چه شکله. حالا رهبر فروش قبلا به چه شکل بوده، الان به چه شکله. در گذشته منابع طبیعی قدرت رو تعریف می‌کرده، اما امروز دانش بحث قدرته که ما چقدر از مباحث فروش آگاهی داشته باشیم، چطوری بتونیم قدرتمند عمل کنیم. دانش ما هست، اطلاع از بحث مارکتینگ اینها هست که میتونه عامل قدرت فروش ما باشه. تو گذشته رهبران فرمان میدادن، کنترل میکردن، اما امروز رهبر به دنبال توانمند کردن نیروش هست، به دنبال اینه که به نیرو انگیزه بده، نیرو رو در جهت درست هدایت کنه. تو گذشته رهبر جنگجو بوده، اما امروز رهبران فروش ما تسهیلگر هستن. گذشته مدیران هدایت میکردن، اما امروز مدیر تفویض اختیار میده به زیر دستش که به اون انگیزه بده و بتونه توانمند حرکت کنه و بتونه تأثیر مهمی بحث فروش داشته باشه. اگه بدین شکل عمل کردیم، مطمئن باشیم که میتونیم یک رهبر فروش موفق باشیم. بپردازیم به بهترین سازمان‌های فروش. همونطور که در اسلاید قبلی عرض کردم خدمتتون، روندها کاملا تغییر کرده. ما از دنیای سنتی دیگه خارج شدیم. مدیر فروش و فروشنده باید خودشونو به عنوان یک کارآفرین در نظر بگیرن که کارکرد فروش اونها باعث ارزش آفرینی و نوآوری درون شرکت میشه. یه سازمان فروش باید کارآفرین باشه. یعنی چی؟ یعنی به عنوان سازمانی تعریف بشه که روی خلاقیت، نوآوری، توانمندسازی، استراتژی‌ها، فناوری، مشارکت و همکاری روی این عوامل فوکوس داشته باشه. برخی نوآوری‌های مدیریت فروش فعالیت‌های کارآفرینانه مهمی رو نشون میدن. مثل بهره برداری از رسانه‌های اجتماعی، ایجاد فرایند فروش مشتری محور، سود بردن از سیستم CRM، سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، استقبال از مشارکت و همکاری آنلاین، استفاده از فناوری تلفن همراه، در دسترس قرار دادن هوش مشارکتی سازمان فروش برای فروشنده ها و ارتقای عملکرد فروش و جبران. همه اینها داره اشاره به فعالیت های کارآفرینانه میکنه و اشاره میکنه به یک سازمان فروش کارآفرین که میتونه موفق عمل کنه و تأثیر بذاره تو فروشش. شرکت های مشاوره فروش و پژوهشگرای دانشگاهی اومدن بهترین سازمان های فروش رو مورد مطالعه قرار دادن. خب ببینن چه اقداماتی باعث موفقیت اونها میشه. عواملی رو که ملاحظه میکنید توسط این شرکت ها و پژوهشگرها شناسایی شده. عامل اول، خلق فرهنگ مبتنی بر مشتری در سراسر سازمان فروش و تنظیم عملیات فروش با استفاده از استراتژی تجاری و بازاریابی. عامل بعدی، استخدام و بکارگیری و حفظ بهترین استعدادها، بهترین نیروها برای وضعیت فروش خاص شرکت. اگه میخوای فروش خاص داشته باشی، باید بهترین نیروها رو استخدام کنی و اونا رو حفظ کنی. مورد بعدی به بحث آموزش و هدایت برمیگرده. مجموعه مهارت‌های مناسب و صحیح و به کار گرفتن بهترین اقدامات توسط بهترین اقدام کننده ها برای اینکه ارتقا بدیم کل مجموعه رو. مورد بعدی، تمرکز روی مسائل استراتژیک کلیدی و بخش بندی موضوعات و اینکه پیشنهادات متمایز رو فراهم کنیم برای پیدا کردن، پیروز شدن و حفظ بهترین مشتری ها. از این طریق میتونی بهترین مشتری تو پیدا کنی. مورد بعدی، توسعه ساختاری مناسب و وفق پذیر و پیاده سازی فرایندهای فروش رسمی و ایجاد رابطه با تاکید روی توسعه پایدار. عامل بعدی که ما رو در بهترین سازمان‌های فروش قرار میده، استفاده مؤثر و کارآمد از فناوری برای یادگیری در مورد مشتریامونه. ساخت هوش بازاری و ایجاد توانمندی تو فروشنده‌ها و مدیرای فروش در همین مورد نهفته است. ادغام فروش با سایر کارکردهای تجاری هم از جمله مواردی هست که ما رو در بهترین سازمان‌های فروش قرار میده، به ویژه بازاریابی برای تحویل ارزش‌های والاتر مشتری. بهترین سازمان‌های فروش
همه مراحل مربوط به فرایند مدیریت فروش مورد بررسی قرار میدن. گلوله نقره‌ای که باید به اون به هدف بزنیم که منجر به عمل کرده بهتر بشه وجود نداره، بلکه فعالیت های زیادی باید انجام بشه و بین اونها هماهنگی ایجاد بشه. مدیران فروش مؤثر، مدیران فروش با سیستم ها و فرایند ها کار می کنن و با افراد درگیر در موفقیت سازمان فروش تعامل دارن. پژوهش ها نشان داده که بیشتر مدیران فروش مؤثر دارای مهارت های خاصی هستند و روی فعالیت های ویژه ای تمرکز دارن، مثل مهارت های برقراری ارتباط و گوش دادن، مهارت های ارتباطات انسانی، مهارت های مدیریت سازمان و زمان، دانش عمومی در زمینه های صنعت، شرکت، محصول و تجارت، مهارت های هدایت، ایجاد انگیزه و رهبری، گرایشات صادقانه و اخلاقی. همه اینها از مهارت‌های مدیر فروش مؤثر هستند. اما به غیر از این مهارت‌های کلی که عرض کردم خدمتتون، بهترین مدیرای فروش روی تعدادی از فعالیت‌های خاصی در تعاملاتشون با فروشنده‌ها تمرکز دارن. اینها چه چیزهایی هستند؟ اولی مورد، آماده کردن تیم فروششون برای تغییر که تبدیل بشه به یک الگو و مشاوره میدن به اونها. عامل دوم، اعتماد فروشندگان قابل اعتماد رو جلب میکنن، صداقتشون رو به اونها نشون میدن. مورد بعدی، بازخورد مثبت به طور پیوسته به فروشنده ها میدن. مورد بعدی، در تیم فروش اشتیاق و علاقه به وجود میارن. مشارکت داشتن عامل بعدی هست که تأثیر گذاره، از طریق در دسترس بودن برای فروشندگان و مشتریان، رشد و توسعه دادن فروشندگان از طریق تأکید بر توسعه پایدار شغل و حرفه. اینها از فعالیت‌های خاصی هست که در تعاملاتشون با اونها دقت می‌کنن. همونطور که ملاحظه می‌کنید، مدیریت فروش موضوعی پیچیده است و به طور پیوسته در حال تکامله. مؤثرترین مدیران فروش گستره‌ای از مهارت‌ها رو در اختیار دارن و در بسیاری از فعالیت‌های مختلف شرکت دارن. در ادامه مدل مدیریت فروش رو ارائه می‌کنم خدمتتون. تمامی جنبه های مدیریت فروش رو مد نظر قرار میده و چارچوبی رو برای سایر مباحث ما در سایر فصول فراهم میکنه.